سلام خدمت همه شما دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. گوهرشناس بهاری هستم و امروز میخوایم در رابطه با سنگ نفریت با هم صحبت کنیم. حتما خیلی شنیدید که نفریت برخلاف سختی نسبتاً پایینی که داره مقاومت خیلی خوبی داره، یعنی در مقابل ضربه مقاومت خیلی خوبی داره و البته از نظر تاریخی هم تاریخچه طولانی داره که از این سنگ معمولاً برای ساخت اشیای زینتی و مجسمه سازی ها و یا حکاکی های خیلی خاصی روی این کانی ها انجام میدادن. در خصوص سختی، این کانی سختی بین 6 تا 6.5 داره و همینطور رفرکتیو ایندکس و یا ضریب شکست 1.610 داره که یکی از خصوصیات شناخت این کانی هستش. نفریت ها یک مقدار از لحاظ سختی نسبت به یش پایین ترن، چون یش ها سختیشون بین 6.5 تا 7 هستش، ولی همونطور که گفتم از لحاظ مقاومت و استحکام سنگ های بسیار محکمی هستن. خب اینجا نکته مهمی که وجود داره این هستش که به سنگ نفریت جید هم گفته میشه که این باعث میشه سنگ یشم یا همون جادیت رو با نفریت به اشتباه بگیرن. اسم علمی یشم جادیت هستش دوستان و از لحاظ قیمتی هم با نفریت متفاوت هستن. یکی از اصلی ترین بازار مصرفی برای این گوهر کشور چین هستش و آیتمی که وجود داره اینه که با اینکه یشم شناخته شده تره و طرفداران بیشتری داره و بیشتر مورد علاقه افراد هستش، اما نفریت فراوانی بیشتری نسبت به یشم داره. خب از اونجایی که در زمانهای قبل کانی نفریت و یشم رو با همدیگر یکی میدونستن، در سال 1863 فردی به نام آلکس دامور کانی شناسی بودش که یشم و نفریت رو دو کانی متمایز از همدیگر تشخیص داد و همونطور که طبق چارت پیداست مشخصات تقریبا متفاوتی هم با هم دارن، بنابراین این دو کانی رو نباید با هم دیگر یکی دونست. نفریت متعلق به گروه مواد معدنی ترمولیت و آکتینولیت ها هستش. سنگایی که به مواد معدنی ترمولیت نزدیکتر هستن عناصر منیزیم بیشتری دارن، در نتیجه این باعث میشه که رنگ‌های روشن‌تری در اونها دیده بشه و اون دسته که عناصر آهن بیشتری دارن به رنگ سبز تیره‌تر دیده میشن. اینجا اشاره کنیم که عناصر دیگری هم هستن که اگر در کانی به کار برده بشن باعث ایجاد رنگ‌های زرد، خاکستری و یا قهوه‌ای در کانی میشن. نفریت ها چگالی بین 2.90 تا 3.10 و خاصیت نوری اگریگیت دارن و همچنین میتونن ناخالصی هایی از جمله کرومیت و گرافیت داشته باشن. همچنین یک سری سنگ های مشابه مثل کلسدونی، کریزوپراز، آونتورین و سرپانتین وجود دارن که میتونن به علت تشابه با نفریت با این سنگ به اشتباه گرفته بشن و علتش هم اینه که این کانی ها میتونن رنگ، درخشندگی و شفافیتی مشابه نفریت داشته باشن و این شباهت گاهن میتونه اونقدر زیاد باشه که اصلا برای افراد عادی و بدون آزمایش و تست قابل تشخیص نباشه. در خصوص شفافیت نفریت، نفریت ها از نیمه شفاف تا مات در طبیعت پیدا میشن و هر چقدر شفافیت بهتری داشته باشن قطعا قیمت بهتری هم خواهند داشت. ممنون که در این ویدیو با ما همراه بودید. سوالات و نظراتتون رو میتونید در کامنت با ما به اشتراک بگذارید.